یک جای ما در قرآن داریم عزیز دل من، خداوند به جان پیغمبر قسم میخوره. بگی وحشتناکترین آخر قسم تو قرآن کجاست؟ من میگم این قسم، میگه لعمرک، به جان توی پیغمبرم قسم. فکر میکنی کجا داره قسم میخوره؟ سر ماجره قوم لوط. دو تا فرشته اومدن به حضرت لوط خبر بدن که عذاب داره میاد. خدا عمدن این فرشته ها رو به شکل دو تا پسر خوشگل و خوشتیپ آورد، عمدن هم تو شهر راه رفتن. اینا هم رفتن توی خدمت شما عرض کنم خونه حضرت لوط که آماده باش اون عذاب الهی برای این قومت میخواد برسه و فلان. حضرت لوط دید از بیرون داره صدای یک جمعیت جمع شدن که آقا اینا رو بدید ما ببریم ازشون چیز کنیم. و جا اهل المدینه یستبشرون، میگه از آن سو مردم شهر در حالی که به دیگر مژده میدادن به طرف خانه لوط هجوم آوردن. قال ان هؤلاء الزيفي فلا تفزحون، ولا مسبا اینا مهمون منن افتضاح نکنید. و تقوا الله، بابا خدا بترسید و مرا خار مسازید. قالو، گفتن مگر به تو نگفتیم کسی را به خانه راه آمده؟ ببینید حضرت لوط برای اینکه مردم دچار گناه نشن این چی گفت؟ یه برگشت گفت هؤلاء بناتی ان کنتم فا، گفت شما نیاز جنسی دارید بیایید دختران. یعنی اگر در یک جامعه فساد آمد، یک پیامبر الهی برای اینکه اون گناه انجام نشه دست و پاش داره میلرزه، میگه بیاید با دخترانم ازدواج بکنید. ها اولای بناتی لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمحون، به جان توی محمد که قوم نام برده چنان بودن که نمیفهمیدن چه میکنند. پس ناگهان در هنگام طلوع آفتاب سیحه ای کارشان بسید. پیامبر میفرماد از نشانه های این جاهلیت مدرن اینه که دوباره لواط ظاهر میشه. اسمای آنچنانی براش گذاشته، نمیتونن همجنس بازی الان براشون قانونی کردن، ازدواج میکنن با هم، میرن تو کلیسا انگشتر دست هم میکنن. بابا مسیحیت همینجوری ازدواج عادیش رو هواه. بعد این چه کلیساییه؟ میگه ولش کن، کلیسا میشه سنت. میگه مثل چی؟ مثل که طرف عروسی میگیره و هر کثافتکاری توش میکنه تاکید داره نیمه شعبان باشه. یه عزیز اسپانیایی اومده و دفتر ما، ایشون مدرک تحصیلی که داره 12 نفر تو دنیا فقط داره، که از این 12 نفر 8 تاشون تو اروپا هن، 4 تاشون تو جای دیگه دنیا. یه همچین شخصی با همچین سطح علمی ایشون شیعه شده، مسلمان شده. اومده و دفتر ما میگفت من یکی از دلایلی که فهمیدم یک جریان شیطانی داره دنیا رو اداره میکنه همین بحثا. میگفت تو اسپانیای ما اینا رو آوردن قانون کردن، بعد اینقدر سهمیه قرار میدن برای یک نفری که این نگاهو داره در اشتغال، در جایی که خیلی راحت بتونه کارش انجام بده. درشون لبات بروز میکنه.